وحدت و اتحاد نیروها برای سرنگون کردن حکومت آخوندی و برای آزادی و دموکراسی خیلی خوب است. همه در لفظ به دنبال آن هستند. بسیاری حسرت می‌خورند و زبان حالشان این است که آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. اما واقعیت این است که وحدت و اتحاد مفت و مجانی به دست نمی آید. امریست قانونمند که درمان و راه حل علمی خود را دارد. به اختصار در علم اجتماع و دانش مبارزه و انقلاب مبنای لازم و شرط کافی خود را می خواهد. مبنای لازم در مشی تغییر و سرنگونی خلاصه می شود. یعنی ابتدا باید به این سوال جواب داد که چگونه و از چه طریقی می خواهید این رژیم را با سپاه پاسدارانش تغییر بدهید و سرنگون کنید. اینجاست که با توجه به تجربه 40 ساله حرفهای مفت خشونت پرهیز و طیف راه حل‌های بی‌هزینه رنگ می‌بازد و حقانیت کانون‌ها و شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی اثبات می‌شود. شرط کافی در اصل وحدت و همبستگی نیروهای جبهه خلق خلاصه می‌شود. وحدت و همبستگی برای استقرار یک نظام جمهوری دموکراتیک و مستقل مبتنی بر جدایی دین از دولت. اینجاست که با توجه به تجربه 100 سال گذشته اصل پایه‌ای نشاه نشیخ به معنی نفی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی نتیجه می شود. این تنها سیاست ملی و میهنی برای ایران و ایرانی و ملیت‌های تحت ستم مضاعف است. هر چیزی غیر از این فریب و غیر واقعی است. آنچه را 4 سال پیش درباره مشی سرنگونی و اتحاد و همبستگی به استحضار هموطنان رساندم یادآوری می‌کنم. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه و کار ما و بر عهده ما و مردم ما و پیشاهنگ انقلابی خلق ماست. با کانونها و شهرهای شورشی، در این راستا چگونه میتوان شعله های قیام را به یکدیگر گره زد تا آتش فشانی برانداز و بنیان کن بپا شود؟ پاسخ در همه با همه باسمه ای خمینی در جریان انقلاب ضد سلطنتی نیست. منظور او همه با من بود. اتحاد و همبستگی در میدان عمل برای سرنگونی استبداد دینی موضوعیت پیدا می کند و محک می خورد. این بگونه ای درونجوش و قانونمند صفوف را تصفیه و از شیخ و شاه، از استبداد و وابستگی و از فرصت طلبی و میوه چینی و موج سواری پالایش می کند. این چنین طلای ناب وحدت از بوته آزمایش در میدان عمل عبور می کند و الا سر از ناسره هیچگاه تمیز داده نخواهد شد. بنابراین پاسخ پیشتاز جنگ 100 برابر و شورشگری حد اکثر است. آنقدر که دشمن را به عقب نشینی وادار کند، آنقدر که بند از بند رژیم بگسلد. این است استراتژی قیام و سرنگونی.